یک خاطره پروازی رو میخوام تعریف کنم از خودم. اون در واقع روز 29 فروردین سال 1000 فکر میکنم 380 بود احتمالا، یا 79، یا 79 فکر کنم، یا 80، دقیقا یادم نیست حقیقتش. ما اعزام شدیم برای یک رژه هوایی تقریبا 16 فروند F14 در دسته های 3 فروند 15 فروند ببخشید F14 که یکیش اسپر بود، در دسته های 3 فروندی، چون خب استایل و پرواز F14 در زمانی که میخوان رژه برن یا یک مأموریت نمایشی انجام بدن، حالا به هر شکلی، ما بال رو میذاشیم در حالت بمب، یه حالتی توی هواپیما در واقع اون روی تراتل ما، تراتل F14، یک دکمه ای هست که فوروارد و افت و آتو داره با بمب. وقتی که میزنی پایین و میاد روی بمب، بال خود به خود میره روی 55 درجه و گلاوینا باز میشه. گلاوینا یک مثلثی هست که اون جلوی بال روی بدنه هست که کمک میکنه به استابیلیتی هواپیما در زمانی که به هر حال شما بالت عقبتره و عقبه و تو حالت 55 درجه قرار داره. به همین دلیل شما این بورد اسپویلر نداری و عرض کنم خدمت شما که چون میان داخل بدنه، یعنی بال میاد داخل بدنه، فلپ و هواپیمای F14 اینو بدونید که چیزم نداره، یعنی ایلرون نداره. به همین دلیل از اسپویلرها 2 4 تا اسپویلر داره، در واقع تو هر سایدی این بورد و آسپورت، 2 تا این بورد 2 تا آسپورت هست که توی حالتهای زاویه های مختلف بال این اسپویلرها کمک میکنن برای گردش روی، برای چپ و راست رفتن یا رول زدن در واقع برای هواپیمای F14. حالا اینم گفتم، حالا بحث جنبه آموزشیشه، چون امروز هم یه روز به هر حال فرخنده برای دوستان عزیز ما که خانواده بزرگ نیروی هوایی، عزیزانی که خیلی زحمت کشیدن و تبریک گفتن، ما هر روز رو باید بذاریم برای ارتشیان و تبریک بگیم. حالا اینا رو بماند. خب اینو گفتم بهتون که بدونید بال 68 درجه نیست، بال 55 درجه است، ولی خیلی حالت قشنگ و شکیلیه. پلاس این که گلاونا باز میشه. ما برای حالت ریفیلینگ هم همین حالت است، من میذاریم روی بوم که دیگه بالا جلو عقب نشه، یعنی چون اگر بال از حالت بوم بیاد بیرون و بره رو حالت اوتو، تمام مسیر پروازی اگر که سرعتت کم و زیاد بشه، بال هی تغییر میکنه و پوزیشنی که برای ریفیلینگ ما قرار میدیم که خب شما داری پرواز میکنی، یهو بال میاد جلو، یهو لیفت بیشتری میده، هواپیما هی آب درفت آن درفت میگیره، آسولیشن میگیره و پرواز برای خلبان سخت میشه. حالا دسته های سفروندی بودیم، من شماره 2 دسته دوم بودم فکر میکنم، یا سوم یادم نیست دقیقا، یا دوم یا سوم بود، سوم ببخشید، دسته سوم بود. ما رفتیم رژه رو انجام دادیم تو مسیر رو. خب اینجوری بهتون بگم که خب خیلی ساله، شاید واقعا حالا این رژه های هوایی چیز نبود، ما یک سالی که خب 50 فروند F5 بودیم که اونجا شماره 2 جناب عباس نژادی بودم. حالا حتما این چیز رژه رو میذارم براتون عکسشو. یک سری هم اینجا بود که خب هی ما هر سال رژه میرفتیم، منتها خب یه سری ماکسیموم توان بود. حالا در سال دقیقا یادم نیست که 59 50 F14 50 فروند رژه رفت که لیدرشون هم تیمسار جاویدنام صادق پور بودن که از شیراز اومدن و رژه رفتن.
که اون هر دفعه یک هواپیمای ماکسیموم توان رو میره که نمایش قدرت دیگه. حالا این داستانه سیاسی و بحث چیزایی که وجود داره. قربونتونم برم که موقع لایو پزشکی 35 نفرین. نه شاید 45 نفر بودید ولی الان دارید. خب به هر حال بگذاریم. حالا ما اومدیم رفتیم رژه رو و از رو جایگاه رد شدیم. خب میگم ما یه آی پی داریم، یه هولدینگ پوینتی داریم، میایم هولدینگ میکنیم نقطه ایستایی و تو اونجا لیدر یک در واقع کل رژه یک فرماندهی داره، اینجوری بهتون میگم که راحت‌تر بفهمین، که حالا یک سالش من یادم جناب آرام بود، یک سالش یادم توی یک هواپیمای دو فروند دو کابینه میرن و بالا با هواپیمای اختصاصی خودشون بالای سر همه پرواز میکنن و در واقع هدایت میکنن که فلانی شما برو، شما صبر کن، اینجوری که با یک اینتروالی همه بتونن توی تایم بدون کلوژنی، بدون برخوردی بیان برن و از روی جایگاه رد بشن. ما هم اومدیم بعد از فکر میکنم اگر اشتباه نکنم F4 بودیم که رفتیم و از رو جایگاه رد شدیم. بعد برگشتنی دیگه اومدیم و توی ما، خب زمانی که F5 پرواز میکنم میرفتیم رژه، میرفتیم همدان، اونجا با F4 با هم بودیم، اونجا یک کلاسی یک بریفینگی برای ما میذاشتن و هماهنگ میکردن که آقا به چه صورت، چون بریفینگ قبل از پرواز خیلی مهم بود برای هم تایم هک و مسائل دیگه و کی بدونه چیکار باید بکنه و یکی از اساسی ترین کارهایی که خلبان باید انجام بده بریفینگ و دیبریفینگ هست، یعنی به قول معروف توجیه قبل از پرواز و توجیه بعد از پرواز. این از این. حالا بماند که ما برگشتیم اومدیم، چون بقیه هواپیماهای F5 و F4 که رفتن همدان، ما هم برگشت اومدیم اصفهان. توی مسیر برگشت خب همه کارا رو انجام میدن، میرن توی سفروند میرن توی اینیشیال. ما چون رانوی اکتیومون 26 چپ اصفهان بود، همه رایت اشلون میرن، یعنی ما خب معمولا یه دونه هواپیما جلوه، یکی این بره یکی این بره. خب بعد مثلا وقتی که میگن رایت اشلون، اونی که شماره دوه که سر جاش وای میشه، شماره سه میاد میچسبه به اینا، با این به این شکل اینا وای میسن توی پوزیشن که یکی یکی علامت میدن 5 ثانیه و بریک میکنن میان. فلایت اول اومد رفتن نشستن، فلایت دوم اومد رفتن نشستن، فلایت سوم ما بودیم که شماره یک ما علامت بریک داد، منم خب نادهت میکنیم معمولا چون دستمون به فرامینه، داریم پرواز میکنیم، یکی دیگه هم تو بال منه تو اون هنگ فینگر تیپ داریم پرواز میکنیم، فاصله کمه و دیگه نمیتونیم مثلا حالا چیز کنیم، باید مثلا تامزا پیچیز بدی، نادهت میکنیم، یه نادهت میکنیم، طرف میگیره، ایشون میره، 5 ثانیه بعد من باید برم که منم به شماره سم علامت میدم، 5 ثانیه ایشون هم 5 ثانیه، من بعد من بریک میکنه میاد شماره یک نشست. من بودم با جناب نظری راد، تیمسار نظری راد که هر جا از خدا حفظشون کنه هر جا هستن. ما اومدیم نشستیم، به محض اینکه نشستیم، تیمسار اویسی توی کاروان بود، به محض اینکه نشستیم یهو دیدم جناب اویسی برگشت گفت آتیش آتیش آتیش، و همین حینی که گفت آتیش آتیش، من یهو خب اولش آدم ورتیگو میشه، ببینید چیه، چی سوخته آتیش چی. بعد من یه دونه هواپیمای ایرباس هم دیدم سر باند وایساده بود، می‌خواست ایرباس 300-600 بود، می‌خواست بیاد داخل باند که بعد از ما حالا کراس کنه بره از 26 راست تیکاف کنه، منتها اینا برج کلیر نمی کرد که همه هواپیما 16-15 فروند هواپیمای ما بشینن.
که ما دسته سوم بودیم، دو تا دسته دیگه هم پشت سر ما بودن که قرار بود بیان بشن. بعد ما که نشستیم یهو دیدم هواپیمای من این مثلا ما باند داریم میریم اینوری، یهو دیدم داره میچرخیم، برج مراقبت رو دارم میبینم رو برم. یهو دیدم ته باند رو دارم میبینم کاروان. بعد دوباره برگشتیم، ما یه دونه 360 یعنی یه دونه 360 درجه دور خودمون چرخیدیم. تو حینی که داریم فوروارد موشن هم داریم، یعنی حرکت به جلو هم داریم، تو همین حین داشتیم میچرخیدیم. وقتی که میچرخیدیم تو دور اول که گذشت تازه فهمیدیم چی شده. خب من سریع متوجه شدم که چرخهای ما یکیش قفله، حالا اون یکیش یکم بازی داره میکنه و داریم دور خودمون میچرخیم. یعنی دقیقا ربط به چرخها داشت و این آتیش هم که داره میگه به خاطر قفل شدن چرخهاست. چون خب ما همه ایمرجنسی ها رو چیز میکنیم، بررسی میکنیم توی به حال توی بریفینگ هایی که داریم که چه اتفاقایی امکان داره بیفته. ما یه انتی اسکی اسپویلر بریک سویچی داریم که موقع لندینگ میذاریم رو بوس، انتی اسکی اسپویلر بریک، یعنی یعنی جلوگیری میکنه از اسکید کردن و قفل شدن و سر خوردن هواپیما، مثل همین ای بی اس ماشینات که همتون دیدید دیگه. وقتی که ترمز بکنید تا 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 این یه حالت اینجوری میکنه که قفل نشه چرخها، چون یکی از مشکلاتی که معمولا برای تصادف ها پیش میاد چرخها که قفل بشه دیگه کنترل رو هواپا نیست، حالا روی ماشین نیست، رو هواپا به همین شکل که انتی اسکید اسپویلر بریک حالت بوس که گذاشته بودیم قانونه ها، یعنی برای قبل از نشستن باید بذاریم در حالت بوس. اومدیم که بعد از وقتی تراتل رو میکشیم عقب اسپویلر رو بیاد بالا و به عنوان اسپید بریک عمل کنه و هواپیما رو نذاره به جلو بره. من دیدم یه چرخ یه دور زدیم، دور دوم نزدیک داشتیم میشیم حدودا 110 تا نمیدونم این حدودا، من سرعت رو داشتم میخوندم، داشتیم میرفتیم سمت ایرباس، داشتیم که اول تاکسی وی وایس. اون بنده خدا هم خب رای پس و پیش نداره هیچی، این ایشون نمیتونه دند عقب که نمیتونه بگیره، نمیتونم دور بزنه تو تاکسی وی چون خب خیلی بزرگه و نمیگه باید میومد اگر بخواد بیاد تو باند که خیلی کار خطرناکی بود. من فقط دیدم دارم میخورم به میرم سمت ایرباس. تو همون حین من فقط یه بار یادم افتاد که این بروسلی بود مثلا، وقتی مثلا یهو یارو یه گرد میپاشید تو چشش، چشاش سیاهی میرفت، چی میگن مثلا نمیدید، یهو یادش میاد استاد مثلا بهش گفته چشاش رو بس، این شروع کرد. ما هم یهو یادمون افتاد که آره این امرجنسی رو ما ندیده بودیم، یعنی من حقیقتش یه همچین امرجنسی رو چیز نکردم، ولی یادمه که میگفتن آقا نوزول سرینگ بالای 80 نات ما اصلا نباید این دیش کنیم، باید بذاریم بیاد هواپیما برسه سرعتش به 80 نات و اون موقع انگیج کنیم. من 110 تا حدودا اینا بودم که داشتم میرفتم. من فقط دیدم چون هواپیما داشت به چپ میچرخید و همینجوری که داشت میچرخید داشت موو میکرد به سمت شولدر سمت چپ بان، من نوزل سرینگ رو انگیج کردم، یه تبله زدم رو سر این رادر پدال سمت راست، زدم رو سر رادر پدال، دیدم هواپیما شروع کرد چرخیدن از سمت راست. بعد حالا همین که زدم این شروع کرد همین چرخش رو از سمت راست انجام دادم که داشت میرفت از اون ور بره بیرون، بعد دوباره یه تبله سمت چپ یه تبله سمت دیگه اومد دستم که هی میرفتیم ور میومدیم ور میرفتیم ور تا ما این شکلی وسط باند دیگه وایستادیم، وسط باند وایستادیم و عرض کنم خدمت شما شعله های آتیش همینجوری داشت میومد بالا. ماشین آتش نشانی ما فکر میکنم ایباس رو رد کرده بودیم، ولی ماشین آتش نشانی هواپیمای کشوری زودتر سر باند وایستاده بود، تا ما وایستادیم سریع اومد تو.
اومده بودن گارد آماده که خاموش کنم، ما باید سریع ایوکوییت انجام بدیم، یعنی باید از هواپیما بیایم بیرون. من که خدا میدونه نمیدونم چجوری 14 تا لچ رو از خودم باز کردم. ما زمانی که میشینیم استرپ این میکنیم 14 تا لچ قفل، ما وصلیم به صندلی، لگر سرینا هست و سیت بلف و نمیدونم از این ور به خود از کنم صندلی با دو تا کمربند بستیم، از بالا با دو تا شورده هارنس ماسک اکسیژن هست و خیلی چیزای دیگه. حالا 14 تا لچ من نمیدونم چجوری باز کردم. من باید هواپیما رو نیل کنیم. نیل یعنی که مثل شطور که زانو میزنه بعد نفر پیاده میشه، من قانون این بود که هواپیما رو نیل کنیم، ولی که آتیش به حدی بالا بود دیگه قانون مانون من یادم رفت. ما فقط کاناپی رو باز کردیم و بعد من سریع خودم رو باز کردم، هلمتم رو سرم، از همین روی به قول معروف جلوی وینشیت، این جایی که من باید بپرم اونجاست، جایی که من باید بپرم از جلوی وینشیت، منتها باید هواپیما رو نیل میکردم. من یادم رفت نیل کنم هواپیما رو، از همین جلو. خب ارتفاع F14 حقیقتش 3 متر تقریبا، حالا دقیقا رو خود نوت که وای میسیم فکر میکنم حدود 3 متر، حالا یا یه چیزی کمتر 2.5 متر، ولی فکر میکنم حدود 3 متره. من رفتم رو نوت چنان پریدم که فقط از شر آتیشه خلاص پیدا کنم. وقتی که خوردم زمین یه چرخش گردشم قبلا یادمون داده بودن توی موقع فرود اومدن با چتر، که اگر اومدیم با چتر پایین چجوری انجام بدیم، چرخش گردشم انجام داد، یعنی پاهاتو میذاری زمین از این بر با باسن میخوری زمین و با پاهات دوباره 90 درجه این بر که تمام فشار به تمام بدنت وارد بشه. عرض کنم که خلاصه ما اومدیم پایین و بعد دیگه اینا موندن چیشو، بعد رفتم فاصله گرفتم دیدم آقای نظری را تازه تو هواپیما داره خودشو واز میکنه، اینا هم داد میزدن بیا پایین میخوایم خاموش کنیم. آقای نظری را دیگه در اومد رفت روی بالا پشت بوم، همون رو بالا پشت بوم موند. بعد گفتم چرا نپریدی؟ گفت من کمرم درد میکنه، میپریدم دیگه همین دیسکم میزد بیرون و اینا. خلاصه اون بالا موند و اینا و پایین سریع آتیش خاموش کردن. لاستیک F14 قشنگ نصف شده بود، مینا نصف شده بود. اون یکی هم که میچرخید باز اونم یه بخشی از لاستیک رفته بود، چون اون قفل شده بود و باز همینجوری به قول معروف حرکت کرد دوباره قفل میشد. یه بلا فاصله وقتی اینجوری میشه ایمنی میاد، ایمنی زمینی و ایمنی پرواز میان، فرمانده پایگاه میاد، مسئولین آمبولانس و فلان اینا هم میان دیگه. ما هم که خب داغ نمیستیم، مثلا پامون چه از اون ارتفاع پریده بودم با تجهیزات، شما حساب کن دیگه مثلا با هارنس و کلاو و اینا خود وزن آدم اضافه میشه دیگه. بعد هواپیما خاموش کردن، سریع نفر رفت بالا اینا فکر میکردن که من پارکینگ بره کشیدم. کیا؟ ام سی. خب ام سی برای این که از خودش دفاع کنه، این ایرادا اگر این اتفاق میفته ایراد متوجه ام سیه و این یک جورایی دانگرید میشه ام سی که مثلا چرا این اتفاق افتاده. به هر حال خب ام سی سری میاد بالا چک کنه ببینه چه اتفاقی افتاده. تو پارکینگ بره کشیدی؟ خب ما اگه پارکینگ بره میکشیم بله قفل میشد و همین اتفاق میافتاد، ولی اون رفتم بالا شکندم پارکینگ بریک نیست و انتی اسکید اسپولر بریک هم در حالت بوسه. چش در حالت بوسه دیگه اومدیم رفتیم پا. این اتفاق چند وقت بعد برای جناب قاسمی افتاد که از باند رفت بیرون و خدا رحم کرد ایجک نکردن. همین اتفاق افتاد، از باند رفتم بیرون، هواپیما یه بری رفت توی
وسط دوتا باند. حالا اینی که میگم باید ما تجربه کنیم از اتفاقایی که برای همدیگه میفته، اون موقع جناب قاسمی فکر کنم نبودن توی موقعی که ما این امرجنسی رو اومدیم و تشریح کردیم که چه اتفاقی افتاده. دوستان اگر این اتفاق افتاد برای جوان هم دارم میگم، من میدونم خیلی از عزیزای ما توی لایف که هستن از خلبانه F14 حال حاضر که دارن پرواز میکنن که از دوستای خوب خود منم هستن اینا، در واقع این تبادل تجربه است بین حالا اون کسایی که حالا پیشکسوت که نمیشه گفت، ما فقط پیر علکی یعنی بی سواد بودیم، ولی خوب آدم این تجربه ها رو انتقال بده. و بعد این اتفاق افتاد و بلافاصله همه هواپیما رو گراند کردن و زمینگیر کردن و رفتن اون انتی اسکی دسپول بریک هایی که خریداری شده بود از کشور دوست و همسایه چین بود. همسایه که نه، دوست که پدر ما رو در بود با این جنساش، از اونا خریده بودن و بعد دیگه ظاهرا رفتن عبس کردن و همه اینا رو برداشتن دوباره حالا یک سری جدید از کجا آوردن و اینها. که تو این تحریم هم قربونش بدم این چینی ها خیلی بالاخره کیف کردن. اینم داستان لاک شدن چرخ من.